میکنه. و یه عکسایی که اینا میگرفتن از جابجایی لشکرها بود که برای نیرو زمینی بسیار بسیار اهمیت داشت. یعنی انقدر آپدیت میگرفتن که نیرو زمینی بدون دغدغه فرگ میداد به نیرو هوایی، یعنی درخواست بمباران میکرد، دقیق درخواست میکرد. همش حاصل این عکس برداری ها بود. یه طرحی بود به نام طرح ناصر که خود ناصر میدونه اینو، من و قنبر همتیار نوشته بودیم این طرحو، طرح ناصر. چرا اسمش ناصر بود؟ برای اینکه این قهرمان تو گردان شناسایی واقعا از جون گذشتگی میکرد، یعنی نه تنها از جون گذشتگی میکرد، تمام دانشش رو در اختیار نیرو هوایی میذاشت برای این کار. این طرح ناصر هم پدافند برای هواپیماهای شناسایی در نظر گرفته بود، هم خدمات پشتیبانی رزمی در نظر گرفته شده بود توش، و هم آتش پشتیبانی. یعنی بعضی وقتا اینا وقتی می رفتن عکس بگیرن، دقیقا یکیش در بغداد من یادمه، ما اول چیزا رو زدیم برابر طرح ها، برابر دستور العمل. اون موقع هم هوشیار، ناصر ازش تعریف کرد، هوشیار نابغه ای بود، معاون عملیاتی بود و یک پدافند، یک فرماندهی تاکتیکی کوچولو درست کرد بعد از منحل شدن فرماندهی تاکتیکی. یه فرماندهی تاکتیکی کوچولو درست کرد اختیار، و با یه گردش کارهای ظریفی بسیار زیبا اختیارات پایگاه های شکاری رو به دست گرفت. این دیگه اینطوری نبود که مثلا پایگاه ششم از لشکر سه پشتیبانی بکنه، پایگاه تبریز از لشکر 64 پشتیبانی بکنه. هر چیز رو که هوشیار فرق میکرد، دستور میداد و من مینوشتم، این ابلاغ میشد بهشون. یه کارایی این گردان شناسایی کرده که اصلا واقعا فقط در حضوری متخصصی مثل خود تیمسار رزبانی میشه آدم صحبت بکنه. در جنگ و مثلا تیمسار حتما یادشه، حتما تو یادداشتاش داره چه کسانی اومدن عکس از سایت موشکی C-81 C-82 عراق گرفتن در نزدیک دریاچه نمد. چه کسانی اومدن؟ این عکس به قدری کمک کرد که ارتش عراق تمام بعد از بمباران این سایت، ارتش عراق تمامش رو جمع کرد و برد. یه عکس دیگه اینا گرفتن، ناصر یادته یه دونه سایت پدافندی، یه دونه سایت C-801-802 که ما داشتیم، بردن توی اروند کنار عکس گرفتن. ناصر اینو عکس ازش گرفتن، ازش عکس گرفتن، ببخشید من هی میگم ناصر، تیمسار رضوانی ازش عکس گرفتن. این عکس واضح و نوکرت، این واضح و روشن بود. آقا کشتی چیزو زدن، کشتی یه کشتی بود که مال آمریکایی‌ها بود، اومد تو بندر الاحمدی پهلو گرفت، البته کشتی نبکش بود. اینو با اون سایتی که در اروندچنار بود زدن، یعنی موشک C-801 C-82 زدن اونجا رو. خب عراق شکایت، آمریکا شکایت کرد و حالا دیگه جنگ تمام شده بود، دادگاه لاهه داشت بررسی میکرد این عکسو، ما عکس گرفته بودیم. یعنی گردان تیمسار رضوانی، فرماندهش هم فکر کنم خود هم تیمسار رضوانی بود، عکس گرفته بودن از اون سایت خودمون. آمریکا شکایت کرد، کار به سازمان ملل متحد به دادگاه لاهه کشیده شده بود. ما اومدیم این عکس ها رو در آوردیم، دیدیم بله کاملا مشخصه که این سایت
این سایت زده دیگه، زده این کشتی رو و ما باید تمام خسارتش رو بپردازیم. یه جلسه ای گذاشتم که همین آقای من زیاد دوست ندارم بگم بهش سردار، چون درباره نیروی هوایی بسیار نادرست داوری کرده و کتاب نوشته، آقای غلامعلی رشید. ایشون توی ستاد ارتش، ستاد کل نیروی مسلح یه کاره ای بود، نمیدونم جانشین بود یا عملیات بود، دعوت کرد از وزارت امور خارجه، از نیروی هوایی. رفتیم اونجا، این عکس‌ها رو گردان، همین گردان تیمسار رضوانی اینا، آنچنان این سایت موشکی ما رو ریموف کرد از رو عکس که نشون بده که ما نزدیم. این سایت با هنری که داشتن، من نمیدونم تیمسار رضوانی میشناسه بچه های تفتیر عکس و کسانی که رو عکس ها کار فنی میکردن، آنچنان درستش کردن این عکس که اصلا این عکسی که مثلا اصلا چیز وجود نداره، سایت موشکی سایت 382 381 اصلا وجود نداره. ما اینو، من این رو برداشتم بردم ستاد ارتش پیش همینا، وزارت امور خارجه اینا، گفتیم و عکسی که در همون تاریخ گرفته بودیم از سایت موشکی عراق نزدیک الاحمدی بود، یعنی دریاچه نمک بود، از اونجا گرفته بودن، اینا رو بردیم دادیم. آقا ما برنده نشدیم، یعنی ایران برنده شد تو دادگاه لاهه با این کار، در حقیقت ما زده بودیم، ولی با این تحصیلی که اینا کردن رو اجساد و جا به جایی هایی که انجام دادن رو اجساد، هنریه که من نمیدونم، آشنایی ندارم، انجام دادن. آقا ما برنده شدیم، یکی جایزه هم برای ماها، هر کس که تو این کار چیز بود اومد آوردن. خیلی کارهای بزرگی کردن اینا، یعنی اصلا گردان شناسایی گمون میکنم اصلا مخفول واقع شده توی جریانات تاریخی، البته تو تاریخ که نه، ولی تو گفتگوها و تو همین نوشتجات اینا. ببخشید.